برنامه آقای کیفر و آقای نویروزگار که صحبتاشون رو داشتیم روی فیلمایی که امیدوارم که این فیلم ها برای نوجوانان و جوانانی که علاقمند به فوتبال هستن و دوست دارن فوتبال رو از پایه انجام میدن، این تصاویر رو که ببینن به هر حال با تکنیک ها و تاکتیک های جدیدی که هست در کلاس های آموزشی آشنا بشن و این برنامه ها بتونه اونها رو واقعا به اونجوری که دوست دارن آموزش بده. و تشکر بکنیم از دو عزیزی که در برنامه حضور دارن. من خیلی کوتاه فقط میخوام نظر شما دو عزیز رو راجع به مربی تیم ملی بدونم. آقای کارلوس کیروش در واقع پرتغالی که بعد از کش و قوس زیاد 3-4 ماه که رفت آمد شد بالاخره به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد. اول آقای نوروزگار میخوام نظرشون رو بگن و بعد هم از آقای کیفر سوال کنم، بعد میخوام بریم دیگه سراغ مهمان برنامه. تو سوال در واقع با آقای کیروش در واقع رزومه ایشون که خب صحبتی نیست، در واقع دستیار آقای فرگوسن بودن، خیلی مربی شناخته شده ای هستن و نیمکت پرتغال بودن و بازیکن خیلی بزرگی مثل رونالدو، فیگو، کاستا رو تبدیلن. راجب خودشون در واقع همه چی فهمی کنم خوب هستش، ولی من اون در واقع عملکرد فدراسیون هم تا اینجا من فهمی کنم خوب بوده که فقط تیم های ملی رو ایشون ندادن و تیم نیزیر 19 ساله من شنیدم که ایشون قرار هستش که دایرکتورش باشن. بله، تیم امید، تیم جوانان، همه اینها رو با دستیارانی که دارن قرار هستش که من اون چیزی که من در خبر شنیدم فقط مثل که قرار هستش ایشون تیم ملی و تیم زیر آندر 19 ما رو زیر 19 ساله ما رو داشته باشن. در حال من فهمی کنم کار قشنگی بوده، ولی امیدوارم که تداوم داشته باشه و واقعا یه جوری نباشه که یه شاید یک حرکتی شده باشه که به خاطر اینکه در واقع الان حالا شاید هیئت فوتبال یا فدراسیون فوتبال زیر فشار افکار عمومی یا هستن و یک حرکتی انجام بشه و بعد در واقع قرارداد هستش، قرارداد 3 ساله هستش، ولی شما میدونید اون صفحه خیلی راحت هستش که شما در واقع میشه گفت اختلالات ایجاد بیاری، پیش بیاری توی کار که در واقع طرف نقض قرارداد بکنه، حالا پولم بگیره، در کم اینکه بارها شده چه در باشگاه‌های ما و چه تیم‌های ملی ما، حالا بعد از 6 ماه 7 ماه 1 سال امیدوارم این شکل نباشه و امیدوارم در واقع وقت بدن بهشون و من امیدوارم فکر سالمی باشه بوده باشه که ایشون استخدام کردن و واقعا خواستار این شده باشن که ایش با ایشون 3 سال قرارداد داشته باشن و ایشون در خدمت تیم‌های ملی ما باشه. امیدوارم. آقای کیفر شما خیلی خلاصه حضورتون عرض کنم که آقای کروش مربی بزرگی هستن و در تیمای بزرگی کار کردن، البته باید بهشون فرصت داده بشه و از طرف فدراسیون حمایت بشه، از ولی نه به صورت موقت، به صورت نتیجه گرفتن. ما دیدیم که وقتی آقای قطبی هم به سرمربی تیم ملی شدن حمایت رو برخلاف در چند سال گذشته بجز آقای برانکو که صورت 4-5 سال مربی تیم ملی خب بود، خب نتایجشون هم بد نبود، نتایج خوبی گرفت، ولی کلن من فکر میکنم که اگر حمایت قاطع بشه هم مطبوعات هم تماشاگرها هم خود فدراسیون به صورت مقطعی نباشه و فرصت داده بشه به این مربی، فکر میکنم که میتونه خدمت بزرگی رو به فوتبال ایران بکنه. امیدواریم به همین شکل هم باشه. خب ما با اذن شما چند دقیقه آنتراک داریم، چند تا پیام بازرگانی آماده است که پخش بشه تا ما هم جامون عوض کنیم. میدونید که تا دکوراسیون جدید آماده بشه فعلا در دکور دیگه ای هستیم و به خاطر همین هم باید جا رو عوض بدل کنیم. برگردیم خدمت شما با مهمان برنامه. میریم اتاق فرمان، چند تا پیام بازرگانی نگاه میکنیم، با مهمان برنامه در خدمت شما هستیم. جایی نرید، هیچ جایی خبری نیست، همینجا همه خبرها. سلام، خبرهای جالبی براتون داریم از تورنتو با مهمان بعد.